با درود و سلام خدمت هموطنان گرامی، بسیار خوشحال هستم که امروز از طرف مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا ITC از بنده و همکارم دکتر خاطره شیبانی اینجا دعوت شد که بیایم در یک گفتگوی دو جانبه راجع به قضایای اخیر ایران و اوضاع احوال اخیر صحبتهایی رو داشته باشیم. بسیار خوشحال هستم که بتونیم این برنامه رو هرچند وقت یک بار در این استودیو ادامه بدیم. در خدمت خانم دکتر خاطره شیبانی هستیم، از اساتید دانشگاه یورک، همکار بنده. خوشحال هستم خانم دکتر، ضمن اینکه خودتون معرفی میکنید لطف کنید این پنل دیروز رو که ما با هم مشترکاً اجرا به اصطلاح انجام دادیم، نظرتون راجع به اون چیه و بعد صحبت کنیم. حتماً. اولا عرض سلام و درود به بیننده های تلویزیون ایرانیان کانادا و تشکر از مدیریتشون که ما رو دعوت کردن و جناب پروفسور رحمانی. بله، ما دیروز یه میزگرد داشتیم با محوریت حقوق بشر در ایران و اونجا از آقای دکتر اخوان، که دکتر پیام اخوان که در واقع در زمینه حقوق بشر به طور کلی در کل دنیا فعالیت داشتن و در دادگاه لاهه عضو شورای داوری دادگاه لاهه هستن، از ایشون دعوت کرده بودیم، اومدن و یه فیلم مستند اونجا نشون دادیم در مورد کاراشون و بعدش هم یه جلسه پرسش و پاسخ خیلی پربار داشتیم به همراه دانشجوها و استادای دانشگاه یورک و اعضای جامعه ایرانیا که به ما پیوسته بودن و البته به زبان انگلیسی بود و من فکر میکنم که خیلی برنامه پرباری بود و من فکر میکنم که این تبادل نظر دکتر رحمانی که ما با همدیگه و با دانشجوها داشتیم خیلی خوب بود و شاید بد نباشه که اینجا ما یه جمع‌بندی کلی از اون بحثایی که شد رو اینجا مطرح بکنیم که بیننده های این تلویزیون هم در واقع آشنایی پیدا کنن با فعالیت های ما و اینکه بدونن که اگرچه که ما در ایران نیستیم ولی به عنوان ایرانیانی که در جامعه دایاسپورا داریم زندگی میکنیم یه قسمتی از ایران بزرگ هستیم و همراه و همصدا سعی میکنیم که صدای مردم ایران باشیم و این توی این خیزشی که داره اتفاق میفته یه سهم کوچیکی داشته باشیم. حالا اگر که شما نظر خودتون رو در مورد اون تبادل فکری که با استادای دیگه شد و اینا بگین خیلی بله. بله، ما این اولین برنامه بود که به صورت گروهی و دستجمعی بین دپارتمان های مختلف، دپارتمان ما حقوق بشر و دپارتمان شما فیلم و ادبیات یا رسانه و یکی دو تا دپارتمان دیگه هم بودن در دانشگاه یورک که با ما مشارکت کردن، این برنامه رو گذاشتیم. پنل خیلی موفقی بود به نظر من، چون نه فقط اساتید دانشگاه مشارکت کردن بلکه دانشجوها چه ایرانی چه غیر ایرانی از اقوام و فرهنگ های مختلف مشارکت کردن. خیلی هم خوب بود، یعنی بحثی که اونجا بود و فیلمی رو که نشون دادیم بیشتر نه فقط حقوق تجاوز به حیطه حقوق بشر در ایران که اخیراً و سالها داره انجام میشه، بلکه موضوعات حقوق بشری و جنایت هایی که در گوش و کنار جهان انجام شده بود به بحث گذاشته شد. و امیدوارم این برنامه آیندهمون که در اپریل امسال قراره انجام بدیم، یک پنل یا کنفرانسی یک روزه خواهد بود، بیشتر با اون 9 متخصص اکادمی که در کشورهای مختلف در یورک حاضر خواهند شد بتونیم اینو به صورت عمیق‌تری مورد بحث قرار بدیم. من فکر میکنم موفق بود، خوب بود و
روش باید کار بشه. یعنی وظیفه ما در این حال این که ما صدای بی صدایان داخل ایران در این کشور آزاد مثل کانادا یا کشورهای دیگه در اروپا میتونیم باشیم، در این حال میتونیم در خیابون کنار دوستان باشیم، وظیفه انسانی و اکادمیک ماست که صدای اونا باشیم، چه با نوشتن باشه و یا شما به صورت هنر و سینما و ادبیات. میخواستم ببینم رسانه و هنر و فیلم به نظر شما چطور میتونه از دید تخصصی شما میتونه روی این وضعیت اخیر ایران و جوونا که توی خیابون هستن و سینه‌شون رو سپر گلوله دیکتاتور کردن چطور میتونه کمک کنه؟ تأثیر رسانه‌های جمعی امروز به نظر من بی‌نظیره و اصلاً اگر شاید این رسانه‌های جمعی نبود، ما با این سرعت خودمون نمیتونستیم با داخل ایران هم اینطور به این شکل هم صدا بشیم. من میخوام یه ذره به قبل برگردم. پروفسور رحمانی، میخوام برگردم و یادآوری کنم که انقلاب 57، حالا یا هرچی که الان اسمش رو بذارن، به هر حال اون چیزی که نتیجهش سرنگونی یک نظام و آمدن حکومت اسلامی شد، به خاطر این خیلی یکی از دلایلی که در واقع همصدایی و همدلی جهانی رو به خودش جذب کرد این بود که اولین انقلاب تلویزیونی دنیا بود و تلویزیون، نقش رسانه تلویزیون در اونجا خیلی خیلی مؤثر بود. دومین قضیه‌ای که باز ما توی ایران نمیدونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه اولین بودیم، یه انقلاب توییتی ما بود که جنبش سبز، چیزی که به اسم جنبش سبز میشناسیم، با توییتر اولین خیزش بزرگی بود که توییتر اون رو منعکس کرد و به این صورت بود که صدای مردم شنیده شد. حالا اگه شما الان حساب بکنید که تعداد افرادی که اینترنت دارن توی دنیا کلن بیشتر شده، این در واقع اون جدایی که به خاطر نداشتن اینترنت بین مردم داخل ایران و خارج ایران بود کمتر شده، و اینکه شما اینم رو توجه داشته باشین که مثلا میگم الان یه چیزی به نام گوگل ترنسلیت اومده که مثلا یه کسی توی کف خیابون توی تهران یا سنندج یا زاهدان یه چیزی مینویسه، با یه زیرنویس میذاره که ما الان توی خیابونیم، توی مهابادیم، فلان جاییم، داره این اتفاق میفته، دارن ما رو میکشن. این رو با همون زیرنویسش، چون که سریع به زبونهای دیگه ترجمه میشه، در واقع افرادی که با زبونهای دیگه هم با زبانهای دیگه آشنایی دارن ولی فارسی رو نمیفهمن، در واقع میتونن سریعا بفهمن که داخل ایران داره چی میگذره. این نقش مهم رسانه هستش و من فکر میکنم که اینستاگرام مخصوصا چون که داخل ایران بیشتر داره استفاده میشه، یه صدای مهمی شده این دفعه. حالا اگه باز فرصت بود من بیشتر در این زمینه صحبت میکنم، ولی من میخوام که شما اینو چجوری میتونین اینو ربط بدین از دید شما که دید تخصصی جامعه شناختی هست، بگین که چه بحثایی شد دیشب و خودتون کلن الان چی فکر میکنین در مورد این خیزش از دید جامعه شناختی. البته من دوست ندارم همه اون چیزایی رو که مطرح کردیم دوباره تکرار بکنم اینجا توی کانالای تلویزیونی. خوشبختانه خیلی بخشایش هستش و جای دیگه مطرح شده، ولی امروز من میخوام در این حال رو اون موضوع دوباره پافشاری میکنم، یه مقدار وسیع‌تر اینو مطرح کنم و اون اینه که ما یک جزیره در خاورمیانه هستیم، چه بخوایم چه نخوایم. خاورمیانه یه تاریخ چند هزار ساله متناقض داشته. بعضی از متخصصین خاورمیانه رو مثلا cradle of civilization میگن، یعنی مهد تمدن‌ها میگن. و واقعا هم اینجور بوده، یعنی تمدن‌های بزرگ جهانی در خاورمیانه به دنیا اومده، مذاهب بزرگ جهانی در خاورمیانه بزرگ درست شده. مهمترین چهار مذهب جهانی
از زرتشت و مسیحیت و یهودیت و اسلام و و فرعهای مختلفش، میترائیزم و زروستریان و نمیدونم بهایی و همه این ادیان در دقیقا مزوپتامیا یا خاورمیانه اومده. ولی در این حال متخصصین دیگه ای هستن که میان میگن که خاورمیانه مهد نه فقط تمدن بوده، مهد جنگ بوده، از حمله به آشور و نینوا و جنگ های متعددی که بوده، غیر از جنگ جهانی اول و دوم قرن بیستم که اون هم به نظر من از دید جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی بیشتر برای سیطره بر مناطق کلونیال یا تحت سلطه استعماری کشورهای غربی بوده و الا جنگ در واقع ریشش باز برمیگرده مستقیم یا غیر مستقیم خاورمیانه. اینه که خاورمیانه یک جامعه متناقض با ترس و وحشت و دیکتاتوری و استبداد، و من در کتابم هم اینو مطرح کردم، گفتم که روفتاپ سوسایتی یا جامعه پشت بامی که در کل خاورمیانه این سطح مسطح پشت بام ها یه جایی برای گریز از فشار و استبداد سطح خیابون و فضاهای عمومیه. این تناقض وجود داره. شما از من میپرسید دین چیه؟ میترسم. شیعم، سنیم، بهاییم، یهودیم، زرتشتیم، ترس و دلهوره داریم و این چیز تاریخیه. به نظر من ما بایستی با این برخورد بکنیم. برخوردشم یا وظیفه شماست به عنوان متخصصین هنر و رسانه و ادبیات و سینما، یا اینکه متخصصین اکادمیک بیان راجبش بنویسن. خوشبختانه با همکاری شما که الان شروع کردیم و دوستان دیگه در دانشگاه یورک و دانشگاه دیگه، بحث‌های اینجوری رو میشه روی میز به اصطلاح بحث آکادمیک گذاشت و باید باشه. و به نظر من این حرکت جدید ژنجیان آزادی یا زن زندگی آزادی، یا اگه بخوایم اسمشو بذاریم انقلاب ژینا یا مهسا امینی، واقعا یک تحول بنیادین رو داره به وجود میاره در ایران و نهایتا در کل خاورمیانه. نقش زنان و جوانان، این جنریشن زی که دوست دارم شما راجب اون جنریشن یه مقدار حرف بزنید و برگردیم. اینا نسلی هستن که فکر میکنم در ایران ما اینا رو به اسم دهه هشتادی ها میشناسیم، اگرچه که همشون واقعیت اینه که دهه هشتادی نیستن. یه قسمتی از دهه هفتادی هم توی این مجموعه نسل زد یا جنریشن زی قرار میگیرن، ولی توی ایران دیگه به طور کلی بهشون میگیم دهه هشتادی. دهه هشتادی ها به نظر من اون بچه هایی بودن که به ما بزرگترها درس دادن. شاید توی ایران ما همیشه به لحاظ اون فرهنگ پدرسالار و مردسالاری که بود، همیشه فکر میکردیم بزرگتر به کوچکتر درس میده و بزرگتر عاقلتر و خردمندتره. ولی من اینجا حاضرم اینو اعتراف بکنم و اذعان بکنم که جرأت اونا به ما آدمایی که بزرگسالایی که از اونا خیلی بزرگتر بودیم هم جرأت داد، به خیلی از ما یاد داد که باید ترسامونو بذاریم کنار و حرف بزنیم. اینا نسلی هن که برخلاف ما که در واقع ما به صورت ارگانیک با این وسایل ارتباط جمعی و این تلفن‌های هوشمند و اینا، ما با اینا به دنیا نیومدیم. اینا رو ما یاد گرفتیم. این مثل یادگیری زبانه، انگار برای ما زبان دومه، ولی برای اونا انگار زبان اوله، چون اینا به صورت ارگانیک با این رسانه‌ها به دنیا اومدن. اینا خیلی راحت میتونن ارتباط برقرار کنن. در نتیجه به نظر من این نسل خیلی سریع تونست پیامش رو منتقل کنه به خارج از کشور، شهرهای مختلف. الان بچه های محلات تهران، بچه های نمیدونم مشهد، شیراز،
سنندج و شهرهای دیگه تونستن با همدیگه از این طریق ارتباط برقرار کنن. اینا خیلی راحت میتونن یه آیکان یا یک مثلا چهره درست بکنن، یعنی یاد گرفته بودن از قبل قدیمتر که یه چهره یا حالا چیزی که به اسم سلبریتی میشناسیم اینو با مثلا کامنت هایی که زیر پستای آدم ها میذارن یا بزرگش بکنن یا یه دفعه اصلا نابودش بکنن. در نتیجه اینا به خاطر اینکه با رسانه خیلی اخت هستن و باش به دنیا اومدن این خصوصیت رو دارن. خصوصیت دیگه نسل جنریشن زی به نظر من اینه که اینا توی خانواده حداقل طبقه متوسط اینا اکثرا یا تک فرزند بودن یا فقط دوتا فرزند بودن، تمام توجه پدر و مادر به اینا بوده، یعنی تمام ببینید علاوه بر اون در واقع آموزشی که در مدرسه به اینا داده می شد که آموزش دینی و ایدئولوژیک بود، پدر و مادرها رو اینا سرمایه گذاری فکری کردن، سرمایه گذاری کردن که اینا ذهنشون بزرگ بشه، بعد از ظهر کلاس زبان، کلاس پیانو، نمیدونم کلاس های ورزشی و این آموزش هایی که داخل خونه به اینا داده میشد که یک آموزش های سکولار و آموزش های غیر دینی بود. اینا همش مجموعاً این سرمایه گذاری بزرگه و این درس هایی که از ماها گرفتن، از نسل ما، باعث شد که بتونن این خیزش رو درست بکنن. حالا نظر شما چیه از نظر راجب این جنریشن یا نسل جی که شما فرمودید که خیلی معروف به جنریشن زی یا نسل زی یا دهه 80 ایران میشه؟ درسته. به نظر من از دید جامعه شناسی این گروه برمیگردن خواهران و برادران بزرگتر خودشونه، یک نسل کوچیک بالاتر یا بزرگتر از خودشون نگاه میکنن، میبینن که مثلا همه دارای مدارک تحصیلی عالی هستن، لیسانس، فوق لیسانس، پی اچ دی، و اینا همه خونه موندن، اکثریت خونه موندن، یا شغلی رو گیر نیاوردن، یا اگه خیلی شانس آوردن شغلی رو گیر آوردن در بانکی، اداره‌ای، جایی اگه رابطه‌ای داشتن کاری گیر آوردن، درآمدش کافی نیست. نه. یعنی زندگیشون تامین نمی‌کنه. یعنی اون امید، اون سوپاپی رو که اونها داشتن اونم کور شده برای اینا. من از دید جامعه شناسی میگم که در واقع توسعه فقر و بی‌امیدی در نسل زیر 18 سال، نسل تینیجری که بین 10 تا 18 سال یا 12 تا 18 سال هستن، اصلا امیدی هم به تحصیل و درس خوندن ندارن. درست. به فرض اگه شانس بیارم برم یک مدرک لیسانس، فوق لیسانسی رو هم بگیرم، نهایتا مثل خواهر و برادر بزرگتر یا دختر خاله، پسر خاله یا پسر عموی بزرگتر بیکار میشم، بایستی در خونه پدرم بمونم و خرج کنم. متاسفانه و در مناطق محروم تری مثل کردستان و بلوچستان وضعیت 10 برابر بدتر میشه، برای اینکه طرف نهایتا باید بره کولبری بکنه. اگر تو تهران پدرش یه مغازه داره یا به قول شما ممکنه یه سطح متوسط به بالایی باشه، کلاس موسیقی و اینا بره، تو بلوچستان اصلا نون در سفرش نیست، مدرسه ندارن، خیلی شناسنامه ندارن، و این عمومی کردن فقر و نکبتی های 40 سال اخیر دامنگیر تمام لایه های جامعه شده و بر بعضی ها بدتر شده. در جنوب تهران به مراتب فاجعه آمیزتر تا شمال تهران. درست. و تضادها خیلی زیاد شده. بله. و این در موقعی که ما، اون نسل ما اینا رو حس نمی کردیم، ولی الان نسل جوان با اون حالت انفجاری سوشال میدیا یا دنیای مجازی ببخشید، اینه که این مردم دنیا رو میبینن. شما یک فشار میزنید روی دکمه کامپیوترتون یا سلفونتون، تمام
اطلاعات راجع به کانادا. خب ماشاءالله که در اثر جمهوری اسلامی هم 8 تا 10 میلیون ایرانی فرار کردن از مملکت و همه اینا در ارتباط با داخل هستن و همه میبینن که دنیای بیرون چجوریه، دنیای داخل چیه، واقعیت بیرون چیه، واقعیت داخل چیه. رژیمی که حتی هواپیمای خودشو میزنه، رژیمی که حتی مردم بچه رو در داخل ماشین خودش به گلوله میبنده، یعنی بچه‌ای که حتی قدم نذاشه توی خیابون، حتی شیشه ماشینش هم پایین نیست، گلوله در مغزش یا در قلبش میره. و این باعث شده که اینا واقعیت ها رو ببینن، تضادی رو که اونم با بدترین نوع سیستم سیاسی. ببینید، من همیشه به دانشجوام میگم که فرق بنیادینی هست بین دیکتاتورشیپ و استبداد. ما اینو در انگلیسی بهش میگیم دسپوتیک سیستم. دسپوتیک سیستم استبدادیه که نفر دوم مملکت هم حتی اون اختیارات رو که نفر اول داره نداره، حاکم بر جان و مال و ناموسه. ولی در دیکتاتورشیپ، مثلا همین پوتین که خودش دیکتاتوره، واقعا کاری به سلایق شخصی مردم نداره، کاری به حجاب و پوشاک و چه رشته‌ای میخوای بخونی نداره، میخوای بری سفر کنی، اجازه بگیری، اینا نیست. ولی در داخل کشور ما بدترین نوع شریعت و فقاهت سنتی وارد شده از خارج بر فرهنگی تحمیل شده که کسانی مثل حافظ و فردوسی و ریحانی و بیرونی و اینا دارن، کردها یه جور شاعرها و هنرمندهای خودشون، آذری ها یه نوع، بلوچ ها یه نوع، هر کدوم یه فرهنگ و تاریخی رو دارن. درست. و اینا نه فقط اون فرهنگ و تاریخ رو به هم ریختن، نه فقط نسل جوان رو بی امید کردن، همه رو به جون هم انداختن. درست. ما بایستی ببینیم چجوری ما از این منجلاب میتونیم بیاریم بیرون. من یاد یکی از استادای خیلی خوب جامعه شناسی وین به نام پروفسور ولفگانگ شولتز که من تز دکترامو سال 99 با ایشون، 99 میلادی با ایشون تموم کردم، بهش میگفت که جامعه وین یا شهر وین جامعه‌ای شده قاطی نمیشن، به هم ربطی ندارن. ترکای ترکی یک قسمت از شهر رو گرفتن، اوکراینی‌ها یه جا، روسا یه جا، یهودی‌ها یه جا، ایرونی و عربا یه جا و اتریشی‌ها یه جا. بهش میگفت نبن اشتهندن گزلشافتن، یعنی جوامعی که در کنار هم هستن بدون هیچ رابطه‌ای، دیوار برلین بین اوناست. من گفتم این تو وین ممکنه تا حدی درست باشه، ولی در خاورمیانه درست شده، در ایران درست شده. ما تضادهایی رو داریم بین دسفول و اندیمشک، درست، 10 کیلومتر فاصله است، بله. بین تبریز و اردبیل، بله. بین خرم‌آباد و بروجرد، بین رشت و انزلی، بین تهران و کرج و قزوین، بین سنندج و مثلا کرمانشاه یا مهاباد و ارومیه. این چیزهای تاریخی، این تناقضات تاریخی، پارادوکس‌های تاریخی وجود داره متاسفانه. سیستمیک ابیوز یا تجاوز سیستمی همیشه در تاریخ وجود داشته و ما بایستی اون فرهنگ رو تارگت کنیم، مورد هدف قرار بدیم و روش کار کنیم. وظیفه متخصصین، فعالین سیاسی، لیدرشیپ یا رهبران سیاسی اینه که واقعا روی این کار بکنن. درست. ما بایستی به نظر من روی حقوق و دموکراسی و پایه‌های بنیادین دموکراسی روش کار بکنیم، حقوق بشر و این. وظیفه شماست که از هنر و ادبیات اینو بحث، مورد بحث قرار بدید. آره، کاملا درست میگین. ولی من توی این پنج ماه شده این خیزش، دیگه به پنج ماه یه فراز و فرودایی هم داشته ولی همچنان ادامه داره. من فکر میکنم که چیزی رو که من به صورت کلی توی این پنج ماه دارم میبینم اینه که همدلی مردم زیاد شد. صدق. ببینید، توی یه جامعه ای که برای 40 سال حداقل داد زدن، فریاد زدن که سنی و شیعه از همدیگه جدا هستن، توی جامعه ای که ما یه آپارتایت جنسیتی داریم، خب زن
شهروند درجه چه میدونم سه هست، چون مردم شهروند درجه یک که نیستن که بگم، کل خاورمیانه مردا در شهروند درجه دو ان، زنام که اصلا هیچ حق و حقوقی ندارن. خب یک دختر کرد مال یک شهر کوچیک به نسبت که شاید خیلی از مردم ایران اصلا به این شهر حتی سفر نکرده باشن، ندیده باشن سقز رو، یه دختر کرد سنی بمیره و یک ایران بلند شه به خاطرش. ببینید این خیلی حرفه، این نشون میده که نگاه ما به همدیگه هم داره تغییر میکنه. اینکه حالا اینکه سنی بود به من چه، حالا اینکه مال سقز بود چه ربطی به من تهرانی داره، حالا اینکه کرد بود من فارسم اصلا، اینا همش کنار گذاشته شد. یعنی من فکر میکنم که ما به یه جایی رسیدیم خودمون فهمیدیم که این از همدیگه بریدن و هر کسی یه گوشه رفتن و این چیزی رو حل نکرد. من فکر میکنم یک همدلی و یک پارچگی داره شکل میگیره که به نظر من خیلی زیباست، خیلی قشنگه. قومیت ها دارن و نژادهای مختلف و آدمای مختلف از در واقع بافتای مختلف فرهنگی دارن به همدیگر رو به رسمیت بیشتر میشناسن، به همدیگه احترامشون رو به همدیگه نشون میدن، میگن نمیدونم از سنندج تا زاهدان جانم فدای ایران. این شعارا نشونه اینه که ما برای همدلی و یکپارچگی ایران هممون این آرزومونه. یعنی یکی از چیزایی که من فکر میکنم همه ما میخوایم اینه که ما این اختلافاتمون رو بذاریم کنار، میدونین. و حالا من نمیدونم نظر شما چیه تو این زمینه، یا اینکه اگر فکر میکنید که رو همین زمینه جنسیت و قوم این اختلافات هستش و باید بر کنار گذاشته بشه. خب مسلماً هر ایرانی به نظر من سیاسیه، درست. هر کسی بگه که من سیاسی نیستم به نظر من این اشتباهه، چون اون ماست فروش و لبنیات فروش سر خیابونم که داره عذاب میکشه که درست. نون سر سفره بچه هاشو در بیاره، درست. مشکلش مشکل سیاسیه. ما اگه در کانادا مثلا وارد احزاب سیاسی نشیم اصلا مشکلی نیست، یا بحث سیاسی نکنیم برای که مشکلی نیست، برای اینکه بنیانهای مورد احتیاج زندگی و ضروری زندگی مردم تقریبا به نوعی، حالا با بحث بخشی از نابرابری ها و بی‌عدالتی ها، ولی تقریبا کسی از گشنگی نمیره، کسی تو خیابون کمتر زندگی میکنه. حتی اگه تو خیابون هم باشه، یه شهرداری هست بیاد دستشو بگیره، یه غذایی جلوش بذاره، یه اتاقک گرمی رو بهش بده برای اون چند ماه زمستون. ولی توی جامعه ایرانی که 75% در فقر هستن و 35% در فقر مطلق هستن، این مشکل سیاسیه. درست. بنابراین همه ما بدون استثنا سیاسی هستیم. درست. ممکنه حزبی نباشیم، من خودم عضو هیچ حزب و سازمانی نیستم، ولی انسانیت من و اون اخلاق اکادمیک من ایجاب میکنه که من صدای بی صدایان اگه نباشم، اگه فریاد بی صدایان نباشم، حداقل صداشون باشم. ما بایستی فریاد کنیم صدای اونها رو. واقعا مردم ما در عذاب هستن. ما 100 سال دیکتاتورشیپ داشتیم و این استبداد اخیر بدترین نوع تاریخ بشر بوده. درست. در 44 سال اخیر، و نه فقط گروه های جنسیتی و دگر باشان، بلکه دگر اندیشان و حتی بیدینان در عذاب هستند. من معتقدم، امیدوارم در جلسه دیگه، وقت زیاد نیست، ولی امیدوارم در جلسات بعدی بیشتر روی این همگرایی سازمان ها و احزاب سیاسی بتونیم صحبت بکنیم.
من خوشحال شدم که با هم صحبت کردیم. امیدوارم در هفته های آینده بتونیم در کنار دوستان از جمله خانم دکتر شیبانی، از پروفسور خوب دانشگاه یورک ما، و بتونیم با هم بیشتر از این صحبت ها داشته باشیم. ممنونم باز از هموطنان عزیز، همزبانان، هم ولایتی های من، چه در کردستان، چه در آذربایجان، چه در بلوچستان، خوزستان، شمال، همه جای ایران و کل خاورمیانه. امیدوارم یک روزی بشه ما از کابل تا استانبول و بغداد و اربیل و آفرین ترکیه و تبریز و شهرهای مختلف منطقه بتونیم سفر کنیم بدون هیچ مرز و بدون هیچ تعصب و بدون هیچ بیحقوقی. به امید دیدار، شب و روزتون به خیر، سپاس. خدا نگهدار. خیلی عالی بود، مرسی.